دکندت خراب شده. نخیر حضرت عجب یه جا نگرده. نه ترسید، نه ترسید.
کاپیتان ابرام برا بچ صحبت میکنه. حواستونو جمع کنین، چرخ عقب پنچر شده. برای لحظات کوتاه فرود میایم روی زمین. مواظب که مربندا بسته. بیادش بچه ها فقط پخش و پره نشینا خب؟ بابا خراد یه پذیره از بچه ها بکن بچه ها بدوید چشم آروم دیگه آروم آفرین همش گرفتاری همش گرفتاری شما سر باید بخته بچه ها از هم دور برد دست نکش اول تنکری بعد شیر کارت بخاره تو شکمه بچه‌ها آی بچه‌ها شیرینی آی شیرینی 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 هر چیزی قانون خودشو داره بچه‌ها هر کیشی نمیخواد مرتب توی صفا میسه خب اوکی آقا فری اصلا خورو چینیار پخش کن بدون پس ما اینجا چیکاره ایم آقا خیلی خوب شما با میوارتون ماشین بیار همه بخوریم بابا خراد اجازه بده من کمکتون کنم لازم نکرده من خودم به کارم واردم جون به جونت کنات را خواست ببین تو وقتی کار بلند نیستی چرا دخالت میکنی؟ تو فراش به دنیا اومدی فراشم از دنیا میری آره نه که خودت نوه امیر کویتی نه من نوه امیر کویت نیستم ولی تخصص دارم رانندم پایه یک کپانی بابا خراد جونه شلغم میخوری؟ چی؟ شلغم این فرفریده از من خراد آقا چی؟ آخه گوساله عزیزم اینجا مگه زمین بازیه دوتا گاو پشت تو نیست که تو از تو این زمین جمعت کنه آی همبون باش نده فوش بلده ما پدر جان مراقب قلبتون باشی مردی که یه نفهم اون در دهنه چی میخوا بگی؟ مردی مردم چی میخوا بگی؟ آقا من بود بخواب لفت آخه عزیز من جان من اگه این بچه گاب میرفت زیر ماشین من سقط میشد چه خاکی دون سرتو میکردی پدر جان شکر خدا اتفاق نیافتاده که آقا آجی حالی که به خیر گذشت سلوات بفرست باره دیگه پیر مرد اگه این بچه طوریش هم میشد باز میگفتی سلوات بفرست به من میگی پیر مرد آره به پیر مرد هر جد دا آباده تن این اون خرا شما کجا بیاید دیگه بیا پایی کنم بردارم پدر جان بیاییم بریم دیگه دیرمون شو بیا جلو اگه مردی بیا جلو بس آقا بسته به من میگه پیر مرد ها شما ایچی بکشی میگید دیگه بس کنیم دیگه بیا بابا خراس بیا ترکی رفت برای شما مردم درگیر میشی بچه اومده وسط خیابون هم ما رو بکشته میده هم خودشو چیکار کردم باش اصلا در شأن شما نیست عوض شدی پدر من عوض شدی چه عوضی شدم عزیز من قربونت برم همه یه فکر و ذکر و رفتار و همه انرژیتون رو صرف این ناهید جون میکنی ای بابا باز تقیب توقی میخوره تو پای این بدبختی میکشی وسط که آخه چرا آخه اون بدبختی که پاشو گذاشته وسط زندگی ما حالا تو چی کار با اون داری اصلا؟ من با اون کاری ندارم اونی که با من کار داره نقشه میکشه پدر من از چنگ من در بیاره ای بابا اون که به یه صیغه موقت رضایت داده که صد بار به من گفته من اصلا دلم نمیخواد جای مادر اون شم بعد به خیر هزار بار دیگه هم بگه خودشو بکشه نمیتونه اینجا جای مادر منو پر کنه دوست منم نمیتونه باشه پدر من درست. نمیتونه قبول دارم من به اون گفتم که ما وقتی با هم دیگه ازدواج دائم میکنیم که مینو رضایت بریم اونم گفته باشه چی شد این یه دفعه؟ چه میدونم؟ من میکانیکم
طریقه سر مخابرات محترم کشور این لعنتم آنتن نمید. حالا شما داری به کی زنگ میزنی تو این شرایط؟ دارم زنگ میزنم به پدر مرحومم که بیاد کمکم. دارم به امداد خود را زنگ میزنم دیگه بیاد امدادم کنی. گفتم شاید داری زنگ میزنیم به ناهید جون. بختر ناز که اینجا پنچر کرده انگار. ابرام آقا نگه دار، شاید مشکلی براشون پیش اومده. ای به چشم، ای به چشم. سلام، طوری شده؟ کمک نمیخوای؟ سلام. ماشین دفعه خاموش شد، بعد پدر رفتم ببینم موبایلشون کجا آنتن میده، زنگ بزنم امداد خود رو بگه. آقا ابراهیم خودش امداد خود رو. آقا جا میتونی کاری کنی؟ بابا یه اسباب بازی کاری نداره، هواپیما هم بود درستش میکرد. حالا به جای حرف زدن خب برو درست. دست من در صورت. راست میگی، بخشی خودم معرفی نم. من حمیده خوردم. خوشبختم، منم سرمدی هستم. فضولی نباشه کنجکاو شدم بدونم شما شغلتون چیه. من معلم موسیقی ام. چه جالب. خواهرم مریم معلم عمر تربیتی. خوشبختم، خیلی خوشبختم. این بچه‌ها شاگرده ممتاز و عزیزیه که برای جایزه برده میشن اردو. یعنی این بچه‌ها همشون متأسفانه همشون بدون سرپرست بزرگ شدن. که البته زندگی سالمی رو تونستن پیش بگیرن. اینم بگم بچه‌های ما جزء تیسوشانن. بله. حالا کجا داریم میبینیشون؟ یکی از خیرین هزینه‌هاشو متقابل شده بریم چند روزی لب دریا کمپینگ کنیم. دادن دل قلبه میتن به حمام داریم حمالی میکنیم. بیش شمشور زد سکس. آنتن پیدا کردی؟ جایی نخورده فامیل شدی؟ دخترت گفت برو این لگن بابام را بنداز. چطه الان ناراحت نشو، فشار به قلبت میاد. برو استارت بزن، درستش کردم. برو استارت بزن. استارت زدی؟ استارت بزن. خسته نباشم، خسته نباشم. حال کردی؟ به دخترت گفتم اگه فانتوم هم باشه درستش میکنم. این که اسباب بازیه. چقدر باید بدیم که مدیون شما نباشیم؟ پولت به رخ ما نکش. شما باید همیشه مدیون ما باشید. آخه عزیز من، من که نمیدونم بیادون دخترم و توی تهران تنها بذارم بیام اینجا که. عشق من، مشکل من که اومدن مینو نیست. مشکلت چیه؟ مشکل من اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم با هم تنها باشیم. میتونی چرا؟ چون تو زندگی شما من یه آدم موقتم. تو هم انگاری از این وضعیت بدت نمیاد. این چه حرفیه تو میزنی؟ من دلم میخواد که تو همه یه خون و زندگی من باشی. من تو خوب این وسط مینو هم. بله میدونم مینو جون باید رضایت بدن تا عقد ما دائم بشه، اما شاید حالا مینو خانم نخواد رضایت بده. من باید چیکار کنم؟ رضایت میده. تو عجله نکن. تو حرفی که من بهت میزنم گوش بده. بعد خود مینو عقد موقت رو تبدیل به دائم میکنه. خب من باید چی کار کنم؟ اومدی سر اصل مطلب. تو فکر میکنی من این سفر برای چی راه انداختم ها؟ برای اینکه تو خودتو به مینو نزدیک بکنی، قلبشو به دست بیاری، بعد باهاش رفاقت کنی. تمام. من که از خدامه، این مینو همش حال منو میگیره. خب درکش کن، اونم حق داره. تو به حرف من گوش بده. به خاطر من، به خاطر خودم، به خاطر خودم. چشم، هر چی تو. الهی که من قربون زن عاقل و با شعور خودم برم. من که خیلی خیلی زن تو نیستم. بابا کم و زیاد نداره دیگه. زن زنه، چه دائم چه موقت. خب تو حاضری واسه عشقمون چیکار کنی؟ واسه عشقم میدم قلبم به این آسونی میشم قربونی. حالم کردی اومدی. اصلا توقع نداشتم، سورپرایز شدم. ماشاءالله چه خوشگل شدی. چشماتون قشنگ میبینه عزیزم. میبینم که دارین دل میدونه قلبه میگیری. خیلی خوب، من تا هوا تاریک نشده
قایقا رو راه بندازم بریم با هم دیگه هر سه تایی یه قایق سواری توپ بکنیم، چطوره؟ عالیه عزیزم. خیلی پدر جان یه لحظه با تو کار داشتم، تشریف میاری؟ خیلی خوب برو الان من. پدر جان. جونم بابا جون. این وسیلاتونو کجا بذارم؟ اتاق پشتی. اتاق پشتی که اتاق ناهید جونه. آره دیگه عزیزم، دقیقاً بذار همونجا. پدر جان یه لحظه تشریف میاری؟ ببینم عزیز دل نادر تنها نشسته باشه. عزیز دل نادر چاره جز تنهایی نداره. مگه من مردم که تو تنها باشی؟ خدا نکنه. من دلم نمیاد یه تار مو از سر تو کم بشه. ولی تو دیدی دخترت با من چیکار کرد؟ گفتم تا وقتی اینجا هستیم از هیچی ناراحت نشو. مگه چی گفت؟ هیچی. حتما لازم نیست که آدم با چوب بزنن که. بابا دلخور نشو. دلخور نشو. من دلخور نیستم. اوپا چی؟ من یه زنم، جنس زنم خوب میشناسم. من میدونم مینو چه مشکلی داره. من از تو دلخورم که هنوز دخترتو درک نکردی. من برای چه دلخوری آخه؟ تو با نقطه زمین من؟ ای قربونت برم، تو خودت مثل توپ میمونی، فکر میکنی همه چی توپ بازیه. نه فدات بشم، دختر شما حسادت میکنه به من و تو، به رابطه ما، به عشق ما، به همه چی ما حسادت میکنه. حق داره چون تنهاست. خب الان مشکل چیه؟ رابطه من و شما، علاقه که ما به هم دیگه داریم، یا تنهایی اون؟ کدوم؟ پس خوب میفهمی من چی میگم؟ خب میفهمم، معلومه که میفهمم. بچه مشکل شما اینه که زیادی دخترتو وابسته به خودت نگه داشتی، نمیذاری بنده خدا زندگی عادیشو بکنه. چهار تا رابطه داشته، دو تا خواستگارم که داشت سری رد کردی رفت. خب دلیل داشتم من برای اینکه اونا رو رد کردم. مثلا اون مرتی که، اون یارو. مشکل من اون مرتی که این مرتی که نیست. مشکل من اینه که شما باید زندگی خودتو داشته باشی، اونم باید زندگی خودشو داشته باشه. نه تو زندگی داری نه اون. منم وسط شما دو تا پاسوس شدم. همین. نگو این حرف عزیز من، تو جاد رو سر منه. جاد اینجاست و نفس منی. بابا ایوهالناس، ایوهالناس دریای خزر ایران شوروی. بابا این نفس منه. بابا این نفس منه. قربون شکلتو برم. چون راحت میشی بابا بینه بخور. چه کجا نگارا کجا بودن؟ چرا تو بزدی اونجا؟ این یارو هم که اینجاست. اینجا چه خبره؟ کی شما رو اینجا را داده؟ کسی اجازه نداده، با خودمون اومدیم. ساحل خدا. وقتی بهت میگم پیرمرد، اون وقت ناراحت میشی، میگی چرا گفتی پیرمرد؟ پیرمردی، اما عقل نداری که بدونی هر زمین یک صاحبی داره. صاحب این منطقه منم. میفهمی؟ اگه یه دفعه دیگه به من بگی پیرمرد، یک جله یه هو که چپ دو تا آبرگاد نسارت میکنم. وقتی حالت همچی جا اومد، اون وقت میفهمی من کی هستم. یالا، یه جلو. یه جلو دیگه. هرچی، بفرمایید بیرون. خواهش میکنم بفرمایید بیرون. هرچی دیگه. ترسوی. ببخشید آقای محترم، که سر خود اینجا نیومدیم که دعوت شدیم. نفهمیدم کی شما رو دعوت کرده؟ کی شما رو دعوت کرده اینجا؟ من پدر جان، من. تو؟ بله. من دعوتش میکردم. خیلی خوش اومدی. برای چی این کارو میکنی دختر؟ عزیز من، چه ایرادی داره بچهای به این خوبی یه مدت بشن همسایه ما؟ مینو جون خیلی کار قشنگی کردی عزیزم. خودت هم ازشون پذیرایی کن. عشق من یه دقیقه شما بیا، من کارت دارم. خوب سرمدی. اگه پدرتون ناراضی هم بیرون میشه دیگه، اصلا مشکل نیست. نه پدر من عصبانی هست ولی قلب مهربونی داره. در ضمن من مینو هستم. مرسی مینو خانم. خواهش می‌کنم. قول میدم بچه‌هام خیلی اذیتتون نکنن. نه راحتش رو بذارین. بذارین فکر کنن اینجا خونه خودشونه. من عاشق بچه‌هام. در ضمن اگه چیزی احتیاج داشتین به خودم بگین. بازم تشکر. برن تا شب نشه و بچه‌ها چادر رو بزنن. صبحگاهی سکوت رو رعایت کنید و دستامون رو برای دعا میبریم بالا. شروع میکنید. خدایا ما رو در پناه قرآن و اطرت قرار بده. آمین.
کشور را از شر دشمنان حفظ فرما. آمین. دل مردم، دولت و کشور را شاد فرما. آمین. ظهور آقا امام زمان را تعجیل فرما. آمین. خیلی خوب بچه ها، یه ساعت مطالعه میکنیم، بعد وقت آزاد واسه خودتون تا بهتون میگم چیکار کنیم. موضوع بچه ها باشیم که ما خرید برگردیم. اتحاد نفهمیدم. به من گفت موضوع بچه ها باشم، تو چرا گفتی اتحاد؟ اجازه نیار بالا. به ما به من گفت نگم به ما گفت چرا حالی نیست پیره مرد؟ خود هر آشی میشه واسه خوده. به من نگو پیره مرد، حمید آقا به من گفت. میگم به ما گفت حرف علکی هم نزن، هی حرف زور میزنی انگار. بچه میخواب نماز این سیر ماسان. قافل منشین، نه وقت بازیست، وقت هنر است و سرفرازیست. بچه ها خوب گوش کنید، هرچی من میگم انجام بدید. بچه ها کتابا باز. بچه ها املا داریم، کتابا بسته. بچه ها روخونی داریم، کتابا باز. بچه ها گفتم کتابا بسته. بچه ها میگم کتابا باز. بچه ها مگه نگفتم کتابا بسته؟ آخه خیکی تو چیکاره ای که میگی کتابا بسته؟ ها؟ تو چیکاره ای؟ آخه مرمولک، تو چیکاره ای که میگی کتابا بسته؟ من همه کاره. تو یه فرش پیر بیسوادی؟ تو هم راننده یه سده یه خازی؟ آقا این دعوا نکنید، بیسوادی که دعوا نداره. حالا که اینطور شد چند تا سال ازتون میپرسیم تا بهم حقا کیه؟ بپرس. یه سال از شما میپرسیم، یه سال بابا خیرات. بپرس. بابا خانم اول از شما بپرسیم. بگو ببینم چین کجاست؟ چین؟ خب چین رو دامن ننمه. چین رو پیشونیت پیره من. دامن چین دار نچین. خودت هم اشتباه کردی، برای اینکه از من سوال نکردی کشور چین، کشور نگفتی، منم اشتباه کردم. ولی سوالش دو کسی بونم خواست میگه. آقای راننده پای یک دار، بگو ببینم ماشینی که بنزین نداره چجوری میخواد را بره؟ یه بگو دیگه چجوری را میره؟ خب گازایل میزنه وقتی بنزین نیست. اصلا گوره بابای ماشین و گازایل. ما گوشتن رو میخوام برم قضا بخورم. باشه بینی نبینی این باشه ماشینشو کول میکنه تا دم پام بنزین اونجا میذاریش نشته. خب حالا که رفت کتابا باز با خیال راحت. پایی نمیده که آماده برای شما. میشه جونت عزیزم. مینو جون لازم نیست اینقدر تابلو نشون بدی که از من خوشت نمیاد. کاری هم نکنی معلومه. من که کاری نکردم نهی جون، این احساس شماست. پیشنهاد میکنم انرژی منفی رو از خودتون دور کنید، برای پدرم مضر. یه جوری رفتار میکنه انگاری من اینجا مزاحمم. تو رو خدا صبح عملیاتو شروع نکنی.
بابا هوای به این خوبی، دریا، گل، گیاه، بزن یه صبونه درست به گلمو بره پایین. اتفاقا درست میگی، خودم هم نمیخوام روز آخری که اینجا هستم و خراب کنم. روز آخر برای چی؟ میخوام برم هتل. هتل برای چی؟ داداشم از امریکا اومده ایران. اومده که اومده، خب داره میاد شمال. من رفتم براش هتل جا گرفتم، ظهرم میخوام برم فرودگاه رامسر دنبالش. آخه مگه من مردم که برادر تو بره هتل؟ خدا نکنه عزیز من. این همه اتاق تو این ویلا، از طرف من دعوتش میکنی با عزت و احترام میارش اینجا؟ اصلا حرفشو نزن برادر من، یه آدم احساسیه. دو تا از این رفتارهای مینو خانم شما رو ببینه قاطی میکنه، منم دیگه نمیتونم سر بالا بیارم. اولا که مینو بسیار دختر فهمیده ایه، شرایط برادرت رو درک میکنه. تو هم از این فرصت استفاده کن، خودتو تو دلش جا کن. آخه اگه برادر من آخه با اخو این حسنا تو که اخلا منو میدونی که با من بحث نکن، برو برادرت رو بیار، من که راضی نمیشم. باشه از هر چی تو بگی، فقط یه چیزی بگو عزیزم. دو چیز بگو. برادر من خبر نداره که ما عقدمون موقته. ای داده بیداد عزیزم، من هزار بار به تو گفتم تو زن شرعی و قانونی منی. اون تبصره موقتم که چند بار رفتیم تمدیدش کردیم. من برای دندون رو جگر بذار آبا از یاسیا بیفته، مینو هم یه خود سر عقل بیاد، بیریم دائمش میکنیم، اون وقت هر دومون راحت میشیم. خوبه؟ باشه عشقم، هر چی تو بگی. من که حریف زبون تو نمیشم، تو بله من. از کجا رسیده؟ بشین خودتو لوس نکن. به به، میبینم که کارتو خیلی خوب بلدیه. تا تونستی سرمدی و تقیدی، یه ماشین خفنم انداخته زیر پاتو. بی خبر از این که به لباسای داداشتون چقدر میاد. خیلی مرد باحالیه، خوشم میاد ازش، ولی این دخترش خیلی ناتوه. اصلا قرار نبود بیاد شمال، هلک هلک دنبال بابای راه افتاده اومده که مراقب ارث و میراثش باشه، بابای دست از پا خطا نکنه. فکر کنم من خرم نمیفهمم، گفتم بیا که همچی تنهایی نتونه بخوره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه آدم زرنگی باشی و بتونی قاپ دختره رو بدزدی، شدی داماد خانواده سرمدی. شما تا سه شماره بشمر، داماد تحویل بگیر. میدونی که این بیزینس داداشته. آقای بیزینسمن، گفتم که مهندسی از امریکا اومدی، نگفتم که قماربازی و همه پولای بابای بدبخت ما رو تو قمار به باد دادی. حواستو جمع کن. گیر نده دیگه. حالا خوشگله؟ ایش. خیلی احساسیه. کافیه چهار تا جمله قشنگ زیر گوشش بخونی. بردی. خیالت راحت باشه. You win. مهندس بهزادی هستم. مهندس برزو بهزادی هستم از علی. نه نه. مهندس بهزادی هستم. مهندس برزو بهزادی از اله. یس یس. جناب سلطان، ولی زندگی توی غربت برای آدمای سخته که نتونن تو کارشون و بیزنسشون موفق باشن، علل خصوص توی آمریکا که رقابت خیلی شده. من برای توسعه شرکتم خوشبختانه تونستم نظر مثبت چند تا از نمایندگان بزرگ کنگره رو جلب کنم، وگرنه محال بود که بتونم تو مارکت آمریکا به چنین موقعیتی برسم. حیف که مملکت ما قدر آدمای مثل شما رو نمیدونه یا کمتر میدونه. مهم نیست، مهم اینه که من همه جا با افتخار اعلام کردم که یک ایرانی ام و به ایرانی بودنم میبالم. احسن، باریکلا، آفرین. به شما میگن یک جوون پاک نهاد آریایی. باریکلا، باریکلا عزیزم، باریکلا. ببخشید اگر اشکالی نداره، من وقت زحمت کنم. کجا مینو جون؟ به بچه ها قول دادم ببرم جنگل بهشون نشون بدم. آخه مینو جون، تو خیلی خودتو وقف اینا کردی ها. البته بچه ها بی سرپرستن، یتیمن، ولی بالاخره برزو جان مهمان ما هستن، ممکن ناراحت بشن. اصلا اینطور نیست.
اتفاقا کمپانی من اونجا پیشتاز کارهای خیریه در مورد کودکان بی‌سرپرست و آسیب دیده است. من خودم از وقتی که وارد ایران شدم واقعا از دیدن کودکان کار اشک به چشمم میاد. من واقعا ناراحتم. خانم، من شما را تحسین میکنم. آفرین. من واقعا خوشحالم که میبینم یک خانم ایرانی اینقدر حساسه. اینقدر این کودکا براشون مهمه. من در مقابل شما سر تعظیم فرود میارم. ممنونم از شما آقای محترم. شما لطف دارین. پس اگر اشکال نداره من برم بچه‌ها رو بیشتر از این منتظر نگه ندارم. جنگله، خطرناکه. باید با یه آدم کاربلدی مثل ما وارد جنگل شد. حیوانای وحشی زیاد دار. آقا اجازه بدید مثلا چه حیوانایی؟ میمون، شیر، ببر، پلنگ. آقا دربام، حالا اومدین یه وقتی یه شیری، پلنگ، گرازی بمونن بکن. آقا شما میخواد چیکار کنی؟ من که میگم شما قبل از همه در میری. جفت لباشو میکنم میندازم زمین. نه بابا، راست میگی. جفت دستاتو بیار مس بگیر. یه روزی با بابا امینا رفتیم تو جنگل. چشمون به یه ببر وحشتناک اندازه یه گاو افتاد. چشاش ها؟ اینه یه گوساله. درمت؟ بابا هم ترسید در رفت. گفتم بری چی میترسی فرار میکنی؟ یه نگاه تو چشای ببره انداختم، ببره هم یه نگاه تو چشا، دندوناش این کار کرد. تو دندون داشتی هوا؟ مگه کسی جرأت داشت جلوش وایسه؟ پنجش اوورد جلو، دستم اووردم جلو، گفتم تو کی هستی؟ ببری؟ چش تو چش؟ بابا دارم فکر میکنم اون کدوم آدم بیکاری بوده که این همه درخت و ماشالله کاشته اینجا. کسی اینا رو نکاشته که بابا، قرار اینا خودشون سبز میشن. یعنی چی؟ و چرا معذر ازای خدا یکیشون تو راه تهرون کاشون سبز نمیشه؟ البته اینم به شما بگم ها، این خودش یه حکمتی ها، ولی هی به خاطر آدمای این دور زمونه یه نکبت قاطی این حکمت شده. چطور مگه؟ هیچی، آره برقی رو برمیدارم میفتن تو جون این درخت های زبون بسته، قطعش میکنن، هی تیراهن میکنن. تیراهن میکنن. عظمت. سلام مادر. سلام. خسته نباشی. سلام خانمی. تخم مرغ تازه است؟ مطمئن باش تخم مرغ باش تازه است. بله. زنهای شمال، مریم خانم، از هر انگشتشون صد تا هنر میریزه. خدا رحمت کنه عیالمو. خدا رحمت کنه. میگفت نصرت بعد از مرگ من نبینن تنها باشی ها، حتما زن بگیر زنش هم شمالی باشی. اوه، شلا قسمت میشه بابا فرار. میشه گفت اصلا کودکی شادی نداشته، واسه همینم وقت نگذاشتیم واسه این بچه ها، شاید یکم شادتر زندگی کنه. عرشی ها، دعوا. بودو بینم بودو، مراقبت از این همه بچه واقعا کار سختیه. فقط کافی یه ذره باشون رفاقت کنیم، موقع قضیه خیلی آسون تر میشه. قضیه اصلی اینه، شناخت خوبی دارین از بچه ها، قدر خودتون رو بدونید. آدم های خوبی مثل شما با گذشت اونم توی این شرایط سنی کم پیدا میشه. نه حالا واقعا اینجوری هم دیگه نیست، واقعا من خیلی ها رو میشناسم که دنبال یه فرصت هم کمک کنن، مثلا خود شما. واقعا همه وقتتون و امکاناتتون رو واسه این بچه ها گذاشتید. ممنونم. من که کاری نکردم. آقا اجازه، آقا کی برامون میخونید؟ به وقتش میخونم. باشه. آقا شما قول دادید دیگه، خانم شما بهش بگید نمیدون سنه همین آقا چقدر خوبه که. باشه حتما، من خواهش کنم برای بچه ها میخونی. حس چشمای نازت داره دیوونم میکنه، به این که بگم دوست دارم مجبورم میکنه، توی همون اولین نگاه
حس کردم تو رو کم دارم، واسه این بود همون لحظه گفتم که دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با این که تازه اومدی بد جوری عاشقت شدم، خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با این که تازه اومدی بد جوری عاشقت شدم. یه فرشته ای مثل تو کم پیدا میشه تو دنیا، داره عشق و حس میکنه واسه یه بار این دل تنها، توی همون اولین نگاه حس کردم تو رو کم دارم، واسه این بود همون لحظه گفتم که دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با این که تازه اومدی بد جوری عاشقت شدم، خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با این که تازه اومدی بد جوری عاشقت شدم. آدم باید زن همسر داشته باشه، نه اینکه همینجوری یارغوز بچرخه برای خودش. خب بابا بذار آلبالومونو بخوریم. سلام عمو. علیکم سلام. آلبالو چند؟ لیوانی 1000 تومن. لیوانی 1000 تومن؟ بس چند؟ بس چقدر؟ این واقعا توش آلو هم هست؟ بیا کنار ببینم. ابی حمید به انتظارمونه ها. باشه میام. بس چیشی از زیفوی میان داره؟ آلبالو هده. من هستهی حساب میکنم. هستهی چند؟ هستهی هستهی. تو هستهی چند داری؟ هر کی تو بگی بگو چه؟ بگونم هستهی 100 تومن. 100 تومن؟ باشه قبوله. اینو بگیر. بیا. ای! اما داری یه هم سرگشه؟ نداری که دیم؟ این یه سطر همه تنهایی بخارده؟ ای برر این دکیه دا یکی دوتا ستا چهارتا اینم پنجتا یا 500 تا چی 500 تا من؟ یه سطر آلبالو بدی سر بگشه بی تخم و بی حسب بخوردی پس 5 تا بداشتی کنی 500 تومن؟ 500 تومن 5 تا هسته دیگه؟ 500 تومن چیه؟ حق مال دنیا شکمت بکشو بیرون؟ آه برو صورت هم بیرونه برو کرم اینا حقم چیه؟ چیه؟ اینه بزنی من که نمیتونه بزنی تو رم زنم تو رم زنم مگه از تو تر زنم بس حقم بس حقم مال دن حقم مال دن رضایت مونو جلب کن این رضایت این چه چیه؟ مگه حتی قم دهت من مونه هده خدا بده برکت بلا بیا بلا زوره اشبه با اشبه دکی من قرار نشدن این حرفو بزنی تو اگه بری امریکا میدونی چه اتفاقی میفته چی میشه من میمیرم نه بابا این خبرام نیست تو هم بالاخره دختر خودتو داری بابا دختر که شوهر میکنه میره میره سر زندگیشونی که برام میمونه فقط تویی نه که تو خیلی اهل دختر شوهر دادنی چرا که نه وقتی یه آدم درستای پیدا بکنم خب میتونه بره دیگه اوه
تا یه آدم درست حسابی پیدا بشه که نظر شما رو جلب کنه من هفت تا کفن پوسوندم. خدا نکنه. اتفاقا همین امروز یه چیزی بزنم رسید. چی؟ داشتم فکر می‌کردم به کی؟ به برزو. برزو. بله برزو. برادر من. بله برادر شما. هم با شخصیت، هم تأثیر کرده است، هم تو خارج زندگی کرده به سیستم زندگی ما می‌خوره. اصلا فکرشو نکن. برزو خیلی مشکل پسنده. مشکل پسنده؟ خب چه کسی مشکل تر از مینوی من؟ ها؟ هم خوشگله هم مشکله. اصولا همه خوشگله مشکله. با اخلاقی که مینو داره و حساسیت های برزو من فکر نمی کنم آب اینا با هم توی جوب بره. ببین اگر مردی یه زنی رو بخواد همه جوره پاشو میسه. همین جوری که من تو رو میخوام. با همه ناز و عداد. وسط و دوانه اختعی نکن. این منم که تو رو میخوام با همه ناز و عداد. ببین اگه ما بتونیم بین اینا رو جوش بدیم ها برن سر زندگیشون ما هم رفتیم سر زندگیمون خیالمون راحت شد. خب برزو که رو حرف من حرف نمیزنه. خب مینو هم رو حرف من حرف نمیزنه. مینو رو حرف تو حرف نمیزنه. نه ولی که میدونه من خیلی صلاحشو میخوام. ببینیمو تعریف کنی. ببینیمو تعریف کنی. ببینیمو تعریف مزاحمتون که نیستم. نه خیر، خواهش میکنم. منم مثل شما خیره شدم به دریا رو خیلی دوست دارم. یه جوری آرومم میکنم. بهم آرامش میده. فکر میکنم نظر شما هم باشه. بله. میتونم یه سوال شخصی ازتون بپرسم؟ ببخشید باشه واسه وقت دیگه. اینو چی میگی؟ اینو میگم که این سرباز شما بره استراحت. درسته میبینم بیرون بود؟ نه. کلک نزد. بیرون. خیلی بفرمایید. آقای برزو خان. بفرمایید یه دستم شما ببازین که این سفر براتون خاطر انگیز بشه. ممنونم. اگه اجازه بدین من برم وسایلمو جمع کنم. وسایلتو جمع کنی؟ برای چی؟ راستش ترجیح میدم بیشتر از این مزاحمتون نشم. ما که مراهمی عزیزم من ما تازه شما رو پیدا کردیم من میذاریم بری بیا بابا جون بیا بشین. والا منم نسبت به شما ارادت خیلی خاصی پیدا کردم. خب حالا که ارادت پیدا کردی میخوای ما رو بذاری بری؟ نکنه طوری شده؟ نه ولی من احساس میکنم که دختر خانم شما از این که من اینجا هستم یه مقدار معصبه. مینو حرف زده؟ نه ولی من نمیخوام که اسباب زحمت کسی باشم اینجا. خب همینه دیگه برزو جون، این خصلت دخترای ایرونیه. یه پسر رو که میبینن اگه نشناسن اول شکم سردن، معذبن، اصلا جبهه دارن، بعد آروم آروم نرم میشن. دقیقا من دخترای ایرانی خیلی خوب نمیشناسم. اشکال نداره. ببین عزیز من، وقتی قراره که یه رابطه شکل بگیره احتیاج به زمان داره. بعضی ها یخشون زود آب میشه، بعضی ها دیر آب میشه. یخ مینو از اون یخایی که دیر آب میشه، یعنی دیر پزه. آره داداش من، مینو حساس و تو داره. تو اصلا به خودت نگیر، پاشو بیا بشین. من که حریف ایشون نمیشم، تو یه کاری بکن. شما هم حریف نمیشی. بیا بشین، تخمتم وا کن، من با مینو صحبت میکنم، مشکل رو حل میکنم، نگران نباش. تمرین که داشتین جناب سرمدی؟ ببین هر کی اینجا میشینه باید خودآموز منو خونده باشه. اگه خوندی بشین، اگه نخوندی برو وسایلتو جمع کن و برو.
بخوای میشه نخوای نمیشه، همه چی دست خودت. دست خودم نیست پدر من، من نمیتونم با اینا دم خور بشم، من به اینا اعتماد ندارم. آخه این حرفو چیه میزنی تو دختر؟ وای من هر چی که به شما میگم شما حرف خودتون رو میزنید. من میگم زنا هم دیگه رو بهتر میشناسن. من اگر مطمئن بودم که ناهید شما رو به خاطر خودتون میخواد، به خاطر آرامش پدرم، جونم هم میدادم. یواش یواش داری شبیه مادرت میشی، یه دنده لجباز. آخه من که با شما کاری ندارم پدر، فقط خواهش میکنم از من نخواهیم که یه دونه ماسک رو صورتم بذارم اینا رو تحویل بگیرم. من از این کارا بلد نیستم پدر. آخه این ناهید به تو چه هیزم تری فروخته؟ اون انقدر تو رو دوست داره که دلش میخواد تو زن برادرش بشی. میدونی چند بار اینو به من گفته؟ خیلی غلط کرده گفته. اون وقت شما بهش چی گفتی؟ من نمیخوای ازدواج کنی. خب چه کسی بهتر از اون؟ با شخصیت، تحصیل کرده، دنیا گشته. چی میخوای دیگه؟ ناهید با شما چی کار کرده پدر؟ عقلتون رو دزدیده. شما رو جادو کرده. ببین مینو، هیچی نگو پدر، دیگه هیچی نمیخوام بشنم پدر. ببین مینو، هیچی نگو مینو. مینو اما اردو علاوه بر برنامه‌های تفریحی بار آموزشی هم باید داشته باشه. البته به نظر من اردو نفسش کلن آموزش ها، آموزش زندگی جمعی تو شرایط متفاوت. حق با توه، قبول میکنم. ای مینوه، اتفاقی افتاده؟ خسته شدم مریم، به خدا خسته شدم. بهتر شدی عزیزم؟ آره، داشتم از قصه میمردم. خیلی وقت بود که با کسی حرف نزده بودم. این طبیعت آدم هست، باید با همدیگه حرف بزنم در دل کنم. آره، ولی با کی؟ هر کسی قابل اعتماد نیست. آدمایی مثل شما خیلی کم پیدا میشه. تو خودت خوبی، قربونت برم. مشکل اصلی اینه که پدرم خیلی عوض شده، اصلا دیگه نمیشناسمش. همه اینا به خاطر اینه که برده اون ناهید شد. تو این شرایطی راجع به پدرت اینجوری صحبت کردی؟ در هر صورت همه پدر مادرها خیرخواه بچه‌ش بودن. فقط میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه اون به روش خودش صلاحیتو میخواد، تا اونجایی که میتونی هم درکش کن. ببخشید من خیلی مزاحمتون شدم، سر شما رو هم درد آوردم. با اجازهتون من دیگه برم. کجا بریم مینو جون؟ اگه کاری نداری امشب و شما پیش ما باش ها؟ آره؟ آخه مزاحمتون میشم. مزاحم چیه خانم؟ یه گروه موسیقی خیلی خوب امشب میاد اینجا. دوستای بابا خرات. یالا دریا 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 عشقمون دریا، ساحل دریا
شنیده بودم. شما دیگه کارتونه. هندونه بخورید حالتون جا بیاد. دست شما درد نکنه. دست درد نکنه. میگم مریم خانم چقدر این آقا حمید و مینو خانم به هم دیگه میان ها؟ چیه؟ مگه من حرف بدی زدم؟ آقا حمید که ماشالله یه دنیا مرام و معرفت مینو خانم هم که تاج سر ماست و از خانمی کم نداره. خواهش میکنم شما لطف داریم به من. ببخشید من یادم نبود یه کاری داشتم باید میرفتم. شبتون بخیر. ببخشید چرا رفت؟ من که حرف بدی نزدم. تازه از خداش باشه که با حمید آقا ازدواج کنه. میگم حمید آقا بشت کن بگم چی میگم از من بشنو دست دست نکن. ای بابا چرا هیچکی هیچی نمیگه؟ میگم پیره مرد پشو بریم انگار بیشتر از کپنت حرف زدی. پشو ظرفا مونده. پشو باید بریم بشونیم. آره بهتره همه بریم ظرفش. پشو چیه داداشی؟ چرا ساکتی؟ چی بگم آخه؟ حرف دلت رو من موقع خواب بچه هاست. ماشین بریم. برو بچه خوابیدین؟ خب امشب میخوام یکی از قصه های قشنگ هزار و یک شب براتون بگم. حاضرین؟ بله. ببین کجای این هیکل قناز به شهزاد قصه گو میخوره که حالا میخوای براشو قصه میگی؟ برو ببینم بچه ها از این قصه های چه کوچولو بیمزه تو خسته شدن بابا. بچه ها عاشق قصه های من هم. خودم هم میخوام براشو قصه میگم. بفرما آقا قصه های تک تکراری حالشون رو به هم زده. قصه نو تازه میخوان. بی جا میکنی بی خود میکنی به کار تخصصی من دخالت میکنی. راننده ی صد دنده ی قاز. باشه امشب میخوام یکی از قصه های قشنگ شلقم و خوشبو رو بگم. این زهر مانی رو نیار دیگه حالا به هم میخوره. آقا میخوام ازش قصه بگم. دعوا نکنید دیگه. چی میگی؟ اصلا میخواید امشب من واسه تون قصه بگم؟ بگو تو میخواید قصه بگی؟ بیا بگو قصه هایی بگو بگو میشنه بگو. یکی بود یکی نبود زیر گمت یکه بود هیچ کس نبود. لا 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 لا. از خواب پا میشی تو خونه گنجیش که داره میخونه آسمونم آبیه هوام کافتابیه منم خسته میام خونه روحیم بجور داغونه اگه آرومم نکنی جوری میشم دیوونه. لا 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 نوبتی چیه بچه ها؟ نوبتی چیه؟ ای اسمرت ای وای ای
بابا خرات بابا خرات چشم هم بیده نهی قلم و صبح زود تو بیار دی برز اومدنه کار داشتم جود خود دی نخوچی رفته تو بگو بیاد کمکت میکن بگو بیاد بیرون نخوچی بیا بیرون بزن این بره خودشی خالی کنه نخوچی بیا بیرون مردم بیا بیرون وای بیره من چی میگی؟ بیا افتابه هم ندار افتابه خودم رو بیا افتابه احتمالا یه پیره مردی بهت نشو بدم هست حالا میبینی شوهر من نگه پیر مرد ها یعنی تو واقعا نمیتونی مخیل دختر ساده و تنها رو بزنی؟ به من چه ربطی داره؟ چی کارش کنم؟ یه تکونی به خودت بده یه جوهری وجودی یه چیزی از خودت نشون بده که دختر خوشش بیاد میخوام 100 سال سیاه من خوشش نیاد بابا طرف داره گوش تلخی میکنه همین جوری هم تمام گارداش رو من بسته تو میگی چیکار کنم من دارم از دست تو دیوونه میشم بابا تو میخوای بری شوهر پولدار کنی من باید جورشو بکشم ببخشید آقای زحمت کش یه وقت خسته نشی آوردم شما تو یه همچین ویلایی داری میخوری میخوابی حال میکنی تازه پررو هم هستی مردم که راضی شده تنها دخترشو تقدیم شما کنه دیگه چته بورزو من هر کاری دارم میکنم به خاطر جفتمونه چرا نمیفهمی؟ میفهمم ولی بابا دختر داره جفتک میندازه تو میگی چیکار کنی؟ ناسلامتی تو مردی چهار تا جمله قشنگ بهش بگو الکی ازش تعریف کن زن ها عاشق تعریف شنیدنن حتی اگه بدونن دروغه بورزو این همه ثروت منتظر من تو به شرط که این دختر موی دماغ ما نشه یه کاری بکن عجب گرفتاری شدی باشه بابا بزنم چیکار میتونم بکنم ای قربون داداش گلم برم الهی ای الهی واسه تو قلبت بمیره حمید خان نبینم گرفتار باشی چیزی نیست بابا چیزی نیست؟ اینا رو به من نگو من خودم میدونم دلت کجا گیره دلم ببین از من دنیا دیده نصیحت هر جا دلت لرزی هر جا عاشق شدی دل بزن به دریا برو باش حرف بزن اگه حرف بزنی میدونی چی میشه تا آخر عمر یادت میمونه آخه اینقدر ما خوبی کرده منو بچه ها اصلا که اصلا فکر بد کنم عزیزم من قربونت برم تو که نیت بدی نداری اصلا خودم میرم با شرط میذارم نه یکی بهتر از مریم خانوم مریم خانوم میره با شرط میذاره آکه مریم جو من واقعا شوکه شدم اصلا انتظار نداشتم بیای همچین حرفی بهم بزنی راستشو بخوای نمیدونم باید چی بگم حرف دلتو ببین قربونت برم حمید یه معلم ساده است که از مال دنیا چیز زیادی هم نداره من اینو مطمئنم که تو اولین عشق زندگیش هستی آخریش هم خواهی بود ببین اگه تو هم احساس خوبی نسبت به حمید داری بگو تا بیایم پیش پدرت با بابات صحبت کنیم به خدا نه اینکه فکر کنی حمید داداشمه دارم میگم برای یه قلبی داره که این آینه صافه صافه از این بابت که شکی نیست مریم خانوم حله؟ معلومی که حله بابا قرارد مینو جون امید دل ماست پس یعنی حله بادا بادا بیام مینو خانوم به مبارکی امروز آشیرشته پارتی داریم میخوام یه آشیرشته بپزم که مخصوص بابا قرارد باشه شما هم تشریف بیارید چشم چه عجب آشیره بپزم بریم پرم منتظرت اما بیاری منتظر تو هم علیسون یکی هم به ما برسه ای خدا Oh, oh, oh.
کفگی رو بردار توشو هم بزن، دست رو دست وای نستا اینقدر حرف مفتم کم بزن، مشتی ابرامسی رو پاک کن تا بریزم روی آب، چون تو این آش رشته پاتیر سهمی داری آق دادا، میزنم جه جه که عیشه امروز رو تکمیل کنم، سور و سات بی صدا رو جون تو تعطیل کنم. پاشو به اندازه گلیمش دراز میکنه، من جنازه یه دخترم هم رو دوشتو نمیذارم، بنابراین اینقدر دوره برش نپلک و مثل مگس تو گوشش فسفس نکن، روشنه؟
شما درسته. از اولش میدونستم پدرش راضی نمیشه، اما تو نباید عقب بکشی داداشی. مریم به نظرت من اشتباه کردم؟ چه اشتباهی؟ عشق هیچ وقت اشتباه نیست. آره، ولی با این شرایطی که پیش اومده دیگه صلاح نیست اینجا باشی. یه زنگ میزنم حاجی فراخی، فردا بریم ویلا اون. نباید بذاریم بیشتر از این شرایط اردوی بچه‌ها رو خراب کنه. باورم نمیشه، این رسم مردونگی نیست. با این کاری که شما کردین زبونم نمیچرخه که بگم دیگه پدر من نیستی. اما اینو بدونید که پدر من مردی نبود که به خاطر خودخواهی خودش و رضایت یه زن دل این همه آدمو بشکنه. متاسفم برای خودم، متاسفم. به حسابت مسلط باش عزیزم، بچه هست دیگه، چه میفهمه خیر و صلاحش چیه؟ آب قندتو بخور. دیوانه شدی عقل کل؟ بابا این پسره بد جوری موی دماغمون شده. این دختره اومول هم که پابده نیست. اگه بخوایم اینجوری پیش بریم سرمدی شل میشه و وا میده. اون وقت باید عروس و ماده دست به دست هم بدیم برن. خب که چی؟ خب که چی نداره که. این پسره حمید مسئول این بچه هاست. اگه یه خار تو پای هر کدومشون بره باید جواب پس بده. حالا چه برسه که کل کمپ آتیش بگیره. حالا باید بره جایی که عرب نینداخت. ببین نایی دیگه وقت نداریم. الان باید کل آلینمونو بذاریم وسط. یا میبریم یا میبازیم. اینجا قمارخونه است؟ اینجا کازینوه که ما کل آلینو بذاریم وسط؟ یه مش بچه تو این چادر خوابیده. نمیتونیم الکی آتیش بزنیم که. بابا به ما چه ربطی داره؟ دندشون نه. مگه مسئول مراقبت از بچه‌ها نیستن؟ بجون من نجاتشون بدن. تو این ویدیو این تایم من میپیچم میرم تو ویلا، گاب صندوقو خالی میکنم. البته تو باید کمکم کنی. من کمکت میکنم برزو، اما من تو این ماجرا نیستم. اگه لو بره تو چیز رو از دست نمیدی که خاک تو سر من میشه، من بدبخت میشم. تو نمیخواد نگران هیچی باشی. سرمدی فقط به اونا شبیه کنه. دندش نرم، چشمش کور، میخواست این همه غریبه رو بر نداره بیاره تو ویلا، اونم این ویلا. تو دیوانه. بچو یه دقیقه خبر بدیم، میخوام چادر رو آتیش بزنم. خیلی دیر شده، ما هممون تو اون چادر سوختیم، دود شدیم، دیگه نیستیم. خدا بیامرزتمون. هم من، هم داش ابرام، هم حمید آقا، مریم خانوم، هم تمام اون بچه های طفل معصوم. ای بیرحما، خدا ازتون نگذره، خدا نشناسا، قاتلا، خدا ازتون نگذره. آخه صورتان، شما خیال کردین ما این طفلای معصومو ول میکنیم میریم همون خدا؟ میریم کپه مرگمونو میذاریم میخوایم؟ ما این پلنگ بیداریم تا شما رو تیکه پاره کنیم.
یعنی پول و ثروت و مال و منال انقدر چشاتونو کور کرده که حاضرین به خاطرش جون یه مش بچه معصوم بی سرپرست رو به خطر بندازین؟ واقعا برای تو متاسفم. آفرین آفرین، من میخوام ببینم چجوری میتونین تو چشم من نگاه کنی. من با شما هیچ حرفی ندارم، من با خودم حرف دارم. من به عنوان یک پدر میخوام اعتراف بکنم که اشتباه کردم، هم در رابطه با سرنوشت خودم هم سرنوشت تنها دخترم. من گول دوتا آدم شیاد خوردم و الان بهترین کار اینه که معرفیتون کنم به نیروی انتظامی. البته درستش این بود که شما چادرها رو آتیش بزنین که مدارک جرم کامل بشه. پلیس 110 پلیس بودنایی. حالا بچه چند درقا رای که داری بیه اشتباه خوکتا